سارایوو نماد مقاومت در جنگ بوسنی هر سال میزبان فستیوالی موسوم به وارم است که در جریان آن خبرنگاران جنگ، محققان و هنرمندان درباره نحوه پوشش رسانه‌ای مناقشات و جنگ‌ها به تبادل نظر می‌پردازند. روزنامه بوسنیایی اسلوبودینیه طی سال‌های 1992 تا 1996 نقش بسیار مهمی را در مقاومت شهر سارایوو ایفا کرد. سردبیر این نشریه می‌گوید اسلوبودینیه در طول بیش از 1000 روز محاصره شهر سارایوو به انتشار ادامه داد، در حالی که شهر در خط مقدم قرار داشت. چاپخانه و تحریریه روزنامه توانست به کار خود ادامه دهد و این یعنی اسلوبودینیه به دست خوانندگان در شهر و در دیگر نقاط جهان می رسید. ادامه فعالیت در وضعیت بقای دائم، روحیه‌ای که در زمان جنگ حاکم بود، سوادا را به دیجیتالی کردن اسناد مربوط به 4 سال محاصره شهر ترغیب کرده است. سوادا برای ملاقات با ما مکانی بسیار نمادین را انتخاب کرد، جایی به نام سرزمین هیچ کس که در زمان جنگ امکان ماجراجویی بدون ریسک در آنجا وجود نداشت. 4 سال صرف نگاه کردن و آموختن کردم تا ماهیت دقیق این فاجعه را درک کنم. چطور می شود در چنین شرایط غیر ممکنی زنده ماند؟ 24 ساعت تیراندازی، 24 ساعت در تیررس تک تیراندازها بودن، بدون آب و غذا، بدون برق و داشتن یک زندگی عادی، نه مدرسه و نه مؤسسه ای، هیچ چیز. چطور می شود 4 سال از زندگی را صرف انجام کاری در چنین شرایط غیر قابل باوری کرد؟ فکر می کنم ساکنان سارایوو نشان دادند از چه استعداد فوق العاده ای برای زندگی در این وضعیت برخوردارند. مسئول فنی رادیو تلویزیون بوسنی یکی از این افراد با استعداد است. او در شرایطی بسیار خطرناک با یک واحد سیار که در پشت وانتی قرار داده بود، در هر جای شهر که زندگی جریان داشت تردد می‌کرد. او استودیویی را نیز با یک گیرنده و 2 فرستنده تعبیه کرده بود. وضعیت بسیار پیچیده بود و ما با تجهیزات آنالوگ همه کار می‌کردیم. جمع‌آوری عناصر لازم، مونتاژ و بازگشت سری به استودیو، این کار هر روز ما بود. امروز کلیه راه‌ها به سارایوو ختم می‌شود. سینماگران، محققین، گزارشگران جنگ در سوریه، عراق و جاهای دیگر به فستیوال وارم در سارایوو می‌آیند تا درباره رویکردهای تازه پوشش جنگ‌ها و تبعات آن بحث و تبادل نظر کنند. ما متخصص در جنگ هستیم، اما می‌خواهیم پذیرای دیگر نگاه‌ها نیز باشیم. ما این بنیاد را با همت ساکنان سارایوو و گزارشگران جنگ تأسیس کردیم، اما اینک پذیرای همه هنرمندان و دانشگاهیان است. ایده اصلی در واقع دریافت کلیه دیدگاه‌هاست.